بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم. آمد رمضان و عید با ماست، قفل آمد و آن کلید با ماست. بربست دهان و دیده بگشاد و نوری که دیده دید با ماست. آمد رمضان به خدمت دل و آن کس که دل آفرید با ماست. در روزه اگر پدید شد رنج، گنجی دل ناپدید با ماست. کردیم ز روزه جان و دل پاک، هرچند تن پلید با ماست. روزه به زبان حال گوید کم شو که همه مرید با ماست، کم شو که همه مرید با ماست. رمضان ماه مهمانی خداوند مبارک. سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي ربنا
فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Oh,
تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان رب که تو همراه نمایی، نروم جز به همان رب که تو همراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. حکیمی تو عظیمی، تو کریمی تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی، بری از رنج و گدازی، بری از درد و نیازی، بری از بیم و امیدی، بری از چون و چرایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در فهم نیایی. همه حسی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و سخایی، همه جودی و سخایی. ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان رب که تو همراه نمایی، نروم جز به همان رب که تو همراه نمایی. همه از خدایی، به سوی خدا بروی. ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا آمنا
ربنا گستراننده دانا توانا ایمنی بخش یکتای پیدای بینای زیبای تغییر ناپذیر جبرانگر داور یاور با وفا ای شنونده دعا سزاوار حمد و ثنا آگاه بی خطا شکیبا بی همتا نگهبان جانها چاره ساز دلها مالک دو دنیا همواره بخشنده آب رو دهنده جان ستان جان فضا تو به پذیر رهنما عشق بی انتها ای پوشاننده همیشه پاینده ای نور تا بنده از ازل تا ابد زنده گردآورنده آفریننده هستی بخش دل سوز فرزانه هویدا یابنده گرداننده نگهدارنده صاحب بخشش و دانش نیکوترین صاحب و دارا و دارنده فرمان روای آمرزنده بی نیاز از عالم و بالا برنده یگانه جان بخش نخستین و واپسین شکافنده ذره ها جاودان نور ایمان آرامش جان دادار بی نظیر زمین و زمان از او نشد ستم هرگز بر جن و آدمیان
خدا بند آبادا بهترین درودت بر آن بهترین مخلوقات تو احمد و خاندانش از دل آسمان بیکران هموار مدد کن تا در راه تو به یاری هر نگاه تو تا ابد برسد پیغام او تا نیفتد از زبان من نام او الله Allah, 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 All
يا علي يا عظيم، علي يا عظيم، يا غفور يا رحيم، يا علي يا عظيم، يا علي يا عظيم، يا غفور يا رحيم، أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا شهر علمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر، من ألف شهر، فيا ذا المن من النار في من تمن علي، وأدخل للجنة برحمتك يا أرحم الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع، إلهي وخلاقي وحرزي وموئني، إليك لدى الإعسار واليسر أفزع. إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع. إلهي لئن أعطيت نفسي سؤلها فها أنا في روض الندامات أرتع، فها أنا في روض الندامات أرتع. إلهي 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 إلهي، خدایا سزاوار حمد و ثنایی، تا آن صاحب مجد و جود و سخایی، مبارک عطا بخشی و دستگیری، ز هر کس که خواهی عطایت بگیری. الهی خدایا گواهی بر احوال زارم، فقیر
غیری پریشان متاعی ندارم. دلم سرخوش از گفتن راز پنهان، به تو ای سمیع مناجات انسان، به تو ای سمیع مناجات انسان. الهی توی آفریننده من، پناه و نگهبان جان و دل و تن. الهی فراحلی و فقری و فقتی، و انت مناجاتي الخفية تسمع. إلهي إلهي أجرني من عذابك، إنني أسير ذليل خائف لك أخضع. الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع. إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي، إليك لدى الإعسار واليسر أفزع. إلهي 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 إلهي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم غشني فيه بالرحمة، وارزقني فيه التوفيق والعصمة، وطهر قلبي من غياهب التهم. يا رحيما بعباده المؤمنين. بیایید این ماه رمضان را روزه حق بگیریم، که حق بیرحمان ترین خوردنی این روز هاست. ما به حق خوری عادت کرده ایم. ماه رمضان روزه بگیریم، روزه پرهیز از قضاوت، از ریا، از تهمت و درویی، از نیرنگ، از کینه. وگرنه تا بوده انسان‌هایی بودند که بسیار گرسنگی کشیدند ولی هرگز روزه نبودند. به نام خداوند جان‌آفرین و با عرض سلام خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز و ارجمند. بنابراین پرش گام دوم در پرش سه گام، انس و الفت گرفتن با قرآن در این ماه. قرآن اونم میگه سه لول داره، سه سطح. هدن لناس یه دستوراتیست که همه برای همه مردمه، بدی نکن، نمیدونم غیبت نکن، دوزی نکن، کم فروشی نکن، ولی بینات من الهدا، هدایت های پیشرفته تر، یعنی هر چقدر تدبر بکنی در قرآن، بازم به تعبیر امام علی میفرمایند ذالک القرآن فاستنطقوه،
این قرآن رو بازجوییش بکنید. بازجویی فقط برای شکنجهگران ساواک و نمیدونم اطلاعات جمهوری اسلامی که نیست. فس استنتاق یعنی حرف کشیدن، بازجویی کردن. ذالک القرآن فاستنطقوا، ازش نطق بکشید، حرف بکشید. ولن ینطق، خودش که حرف نمیزنه. یعنی شما با طرح مسئلتون، با تحقیقتون، با تدبرتون، با قرآن پژوهیتون حرف میکشید. شما تا نرین جلو که حرف نمیزنه، قرآن که خودش حرف نمیزنه. شما باید باش گفتگو بکنید، باید رابطه برقرار بکنید، دایلوگ باید باش داشته باشین. پس به همون نسبتی که دایلوگ دارین حرف بیشتری ازش در میارین. یه بار مثل که یه خاطره ای رو عرض کردم از مرحوم پدر، ایشون میگفتن که قرآن مثل کوهه. ما جمع می بودیم، من به نظر رسید که لابد میخوام بگن خیلی بزرگ مهمه. ایشون خب روزای تعطیل راه پیمایی و کوه و اینا میرفتن. گفتن ببین ما تصمیم گرفته بودیم بیایم مثلا یه ساعت این راه پیمایی مسیر رو بریم به فلان نقطه مثلا ارتفاع برسیم. تا اینجا آمدیم یه ساعت و یک ساعت و نیم مثلا وقت گذاشتیم، ولی وقتی اینجا میرسیم چشمنداز خیلی زیباتری جلوش باز میشه، نمیذاره ما برگردیم، دلمون نمیاد. تا اینجا که آمدیم حیفه ها، بریم حالا پشت چه رودخانه یه جنگل، حالا اونجا هم بریم برمیگردیم، یه نیم ساعت یه ساعت دیگه میریم. تصمیم اونه که دیگه برگردیم، ولی اونجا میرسیم باز میبینیم یک چشمنداز خیلی زیباتری. این همین مطلبی است که تو این سوره میگه بینات من الهدا، هر چی جلوتر برین آشکارتر میشه، هی مناظر زیباتر، هی عمیقتر، هی نکات جدید، هی سوالای جدیدی پیش پاتون میذاره، هی باید برین جلوتر. و آخرش هم الفرقان، اصلا خودت یه شناخت پیدا میکنی. یکی از اسامی قرآن فرقان دیگه، تورات و انجیل هم میگه فرقان بودن اونا. خب یه کتابی با این برکت تو این ماه نازل شده، آیا حیف نیستش که آدم ازش استفاده نکنه، درس نگیره، این رساله ها رو پاره نکنه بریزه دور که مقلد رسانه ها باشه، رسالش کتاب راهنمای عملش قرآن باشه، به جای حرفایی که قرنهاست زدن، حرفای بشری با دیدگاه بشری، حالا هزار جور، البته حسنیت هم خیلی ها داشتم، ولی بالاخره بشری بوده دیگه. آدمای مثل خود ما، مگه ما در مسائل علمی دیگه از 20 سال قبل تقلید میکنیم؟ هر سال علم داره متعبل میشه. آیا دین همینجوری در جا باید زد؟ دین همون است که از 400 سال پیش نمیدونم بزرگان فهول حوزه ما شنیدیم، شیخ طائفه اینو گفته، نمیدونم شیخ مرتضی انصاری اینو گفته، نمیدونم شهید اول گفته، شهید ثانی گفته، خدا رحمتشون کنه، آدمای بزرگواری بودن، ولی مال زمان خودشون بودن. دلیل نداره که امروز یک مسلمان بخواد در جا بزنه رو پله هایی که چندین قرن قبل اونا رفتن، بزرگانی که خب داشتیم، شیخ صدوق و نمیدونم همه این دیگران. بابا دیگه باید تکون خورد، یه مقداری باید نگرش نو داشت به این جهان. خب راهش هم همینه که کتاب خدا را آموزش بگیریم، از نظر هدایت. البته علوم دیگه هم همه چی سر جای خودش هست، مثل همه علومی که داریم جلوتر میریم. چرا به بینات قرآن، چرا به فرقان قرآن نرسیم؟ اینم درس دوم یا پرش دوم از ماه رمضان. خب برمیگردم به اون مثال مدرسه. خب تو مدرسه هم درس اول تقوا بود دیگه، سلف کنترل بود، نکردن ها. درس دوم استفاده از معلم و شاگرد، پیامبر و مرار کتاب هدایت. خب اگه یه محصل تو مدرسه به موقع حضور پیدا کرد، نظم و انضباط داشت، به معلم گوش کرد، درس رو هم خون، چه اتفاقی میفته؟ چه اتفاقی میفته؟ میره کلاس بالاتر، رشد میکنه، یه پله میره بالاتر، یه کلاس اوله میره کلاس دوم، هی دیدش وسیع‌تر میشه. اگه به سختی حالا کلاس اول پدر مادر به زور آوردنش، گریه هم میکرد، حتما خودتون بچه بودین یا بچه هایی داشتین، دیدین که بچه ها چقدر ناراحتن که حالا میبرنشون مدرسه،
بعضی ها میخوان حتی مثلا مادرشون هم باشه امراشون تو چند روز اونس پیدا کردن دیگه. حالا یواش یواش اونس پیدا میکنه، کلاس بالاتر بره، از دبستان دبیرستان و دانشگاه دیگه علاقه پیدا میکنه به یه چیزایی دیگه، چشمش از خودش میاد بیرون، علم براش مطرح میشه. قبلا برای بچه علم مطرح نبود، چه علمی؟ حالا پس به اساس توجه میکنه. اما در مدرسه رمضان درس سوم که مهمترینشه تقوا، درس بیسیکش بود، درس اولش بود، پایه‌ای بود. قرآن کتاب راهنمای عمل بود، راهنمای عمل، این که حرف آخر نیست، راهنمای عمل برای عمله. حالا را بیفت و این قرآن آدم بهترین قرآن شناس جهان هم باشه، وقتی عمل نکنه، کار نکنه، چه فایده داره؟ مثل اون بلعم باورا، عالم بزرگ بنی اسرائیل میشه که قرآن میگه که وقت علیهم نبع الذی آتیناه آیاتنا، آیاتی رو بهش دادیم، بزرگ زمانه خودش بود، ولی این آیات به جایی که برای او یک حریم و حدود و تقوی ایجاب بکنه، به دنیا چسبید، به دنیا چسبید و دنبال مادیات رفت و به ایجام نرسید. خب درس پس گام سوم خیلی مهمه. همه این گام سوم بر نمی دارن، به خاطر همینم به پیامبر میگه اگه کسی، یعنی استثنان کسانی که به اونجا میرسن، ولی هدفونه، گام سوم خیلی خسته میشن تو همون گام اول و دوم، ولی کسی بتونه این پرش سه گامو بکنه، انقدر دویده و خیز برداشته و گام اول و گام دوم، دیگه سومی رو برداره، خیلی انرژی میخواد. میگه اذا سألک عبادی عنی، پیامبر اگه کسی حالا سراغ منو از تو گرفت، اذا یعنی اگر، حالا گیرم افتاد گیرم و چنین کسی هم گرفت، یعنی استثنان آدمایی که از حوائج خودشون میان بیرون. اکثر آدما ارتباطشون با خدا ارتباط طلبکارانه است، حاجت داریم، دفع ضرر جلب منفعت، خدا رزرو تو تاخچه، خدا، پیغمبر، امام، همه اینا موقع که گرفتار شدیم، پارتی وقتی میخوایم میریم سراغشون. بنابراین میشه کسانی روزن بگیرن، با قرآن هم آشنا بشن، ولی از قرآن پیامش رو نگیرن، پیام اصلی رو. قرآن خدای نامه است. یه بار عرض کردم از قول مرحوم پدر بودیم، گفتن اگه فردوسی شاهنامه است، کتاب شاهنامه فردوسی اسم شاهنامه است دیگه، نیست؟ قرآن خدای نامه است. آدم فردوسی رو بخونه، همه حواسش بره سراغ فردوسی، نفهمه که اون، البته به تعبیر خود فردوسی، شاه جهانم خداست دیگه. پس آشنایی به قرآن ما رو باید با خدا آشنا بکنه. حالا دیگه باید سراغ خدا رو بگیریم، نه خودمونو. خدا رو برای خورما نخواهیم، برای خود نخواهیم، خودمونو خرج بکنیم برای راه خدایی. میگه اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب. اینو اون دفعه هم عرض کردم، ولی این دفعه به تفصیل با دقت بیشتری در ارتباط با این سه گام حالا عرض میکنم. میگه من که نزدیکم، خودت دوری، خدا از رنگ گردن به ما نزدیکتره، ولی انسانه که دور میشه. تو اگه بخوای نزدیک بشی، همینی که من میخوای، خب عجیب و دعوت دا ازا دان، حتما اجابت میکنم کسی رو که منو میخواد. ولی یستجیبولی ولی یؤمنوبی لعلهم یرشدون، این سومین لعلست که توی این آیات وجود داره. پس اولیش بود لعلکم تتقون، دومی بود لعلکم تشکرون، سومی هست لعلهم یرشدون. یرشدون یعنی رشد بکنید، به کلاس بالا برید. شما میخوان رشد بکنید، به کلاس بالا برید، راهش چیه؟ خدا رو بخواین، نه خودتونو. خودتونو بخواین تو اون کلاس در جام میزنید، کلاس اول مدرسه میدونین. خودخواهی یعنی به همینجا چسبیدن، به همین چسبیدن، به همین دنیا. ولی خدا رو بخوای،
به اون بعد شخصیتیت که خدا از روح خودش در تو دمیده با اون پیشرفت میکنید، اون وقت خدا رو میخواین. ما ذات خدا رو که نمیخواییم، میگیم اگه خدا رو بخوای چیه خدا رو بخوایم؟ ما که از خدا چیزی نمیدونیم جز صفاتشو، ما که ذات خدا رو نمیشناسیم. خدا اول آخر ظاهر باطن ما، اصلا گیج میشیم. ما هر چی دیدیم بالاخره یا اول بوده یا آخر بوده، هر چی دیدیم یا ظاهری یا باطنیه. خدا که هم ظاهر و باطنی هست، این خدا چگونه است؟ اصلا نمیشناسیم. خدا رو بخوام یعنی صفاتشو. تا این ماه رمضان دعاهای جوشن کبیر رو که میخونین، هزار صفت خداست. تو قرآن هم 50-60 از صفات خدا اومده. اواخر سوره 8 رو بخونید، خیلی ردیف پشت از هر هم بسیار از صفات زیبای خدا در اونجاست. با اونا آدم آشنا میشه، اینجاست که رشد میکنه، از خودش میاد دیگه بیرون تر. این دیگه اوج رمضانه. یعنی رمضان هدف نهاییش، هدف غاییش اینه که آدم پله پله دیگه بره بالا. یعنی رمضان یه نردبانه. روزه که شروع میکنیم گام گذاشتیم روی اول این نردبان. با قرآنی آشنا میشیم، قرآن ما رو راه گام گذاشتن به پله های بالاتر آموزش میده، کتاب راهنمای عمل دیگه. حالا اگه گام گذاشتیم به سوی بالای نردبان، این محصول دعاست. دعا نه به معنای لفظا، دعا یعنی خواسته دل رو به زبان آوردن. به زبانم میتونین نیارین، ولی خواستتون دعای شماست. خب این در واقع گام سومی است که در ماه رمضان، و این درسی است که از ماه رمضان میتونیم بگیریم. اما چون صحبت از دعا شد، به نظرم رسید که یکی از دعاهای خیلی جالب قرآنم در این نزدیک یه ربع وقتی که هست با هم دیگه بخونیم. دعای دانشمندان. دانشمندان چجوری دعا میکنن؟ نه به معنای امروزی دانشمندان، به تعبیر قرآن اولی الالباب، صاحبان لب، صاحبان خرد. لب یعنی مغز، مثل مغز پسه، مغز بادام. دعاهای اینا رو در آیات 190 تا 195 سوره آل عمران آورده. 5 بار ربنا درش تکرار میشه. ربنا، ربنا. مرحوم شجریان این ربناها رو خونده. اذان ماه مبارک رمضان با دعاهای مرحوم شجریان بود دیگه. بسیار زیبا. بسیار زیبا. توصیه میکنم گوش بکنید و همون آواز اون که قبل از معمولا تو همین صدای جمهوری اسلامی هم میذاشتش که ایشون دیگه گفت که اصلا نمیخوام شما بذارید، انقدر متنفر از این قشریگری ها و ظلم و ستم اینا شد، ممنوع کرد که دیگه اون ربناش هم بگذارن. ولی اونو بخونین. این ربناها به ما دید میده که حالا در ماه رمضان چی رو بخوایم از خدا. اولش اینه: ان فی خلق السماوات والارض. در آفرینش این بیکران جهان هستی، این پهنه بیکران، عالم بی‌نهایت. ان فی خلق السماوات والارض، در آفرینش این عالم کهکشانها و زمین. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف لیل و نهار، در این گردش شب و روز. خلقت ساخت، شب و روز حرکتش دیگه، حرکت دیگه داره میکنه. اگه حرکت نباشه، خورشید و ماه حرکت نکنن که شب و روز، شب و روزی نیست. اگه زمین حرکت نکنه که نیست. بنابراین هم حیات و هم حرکت. در این تداوم شب و روز لآیات، بس نشانه هاست. لأولی الالباب، نه اینکه یه آیه دوتا، لآیات، خیلی نشانه است، خیلی علامته برای خداشناسی، برای اونا که وجدان دارن،
پلیس درونی دارن، یه چیزی در درونشون هست، فقط ظواهر نیست، فقط غرایز نیست، لب دارن، مغز دارن، این پوسته خالی نیست، پوک نیست. آدم ها میتونن پوک باشن، میتونن پر باشن، آدم های پر. خب اینا کی هستن؟ چیکار مگه میکنن؟ الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، در همه حال اون هدف رو فراموش نکردن، خدا رو به یاد دارن. خدا فقط یه اعتقادی نیست که تو تاخچه بگذاریم و هر وقت نیاز بود سراغش بریم. ذکر یعنی دائما بیداریه، همیشه تو دلشون هست، مد نظرشونه. یذکرون الله قیاما یعنی ایستاده، کارهایی که آدم ایستاده داره کار میکنه، و قعودن نشسته در حال استراحت، و قعودن در همه حال، یذکرون الله قیاما و قعودن و علی جنوبهم، به پهلو وقتی که حالا میخواد بخوابه. همش به فکر سازنده این جهانه، اداره کننده این جهان و خودش. و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض، این مزارع دائما دارن تفکر میکنن در این آفرینش جهان هستی. چه برداشته میکنن؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، پروردگارا اینا رو باطل نیافریدی، اینا الکی نیست، عوضی نیست. در جای دیگه قرآن میگه که افحسبتم انما خلقناکم عبثا، شما فکر میکنید من دنیا رو عبث آفریدم، بیهوده آفریدم؟ یا یه جا میگه ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا، این جهانی که من باطل نیافریدم. 12 بار در قرآن میگه این جهان آسمان و زمین رو حق آفریده شده، بازی نیست، باطل نیست، بیهوده نیست. میگه ما بازی نخواستیم بکنیم، ما خلقناهما الا بالحق. میگه ما خلقنا السماوات والارض و ما بینها لاعبین، یعنی به بازی. اینا رو حقه، اگه میخواستیم بازی بکنیم، لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلین، یعنی ما در مقیاس خودمون اگه کار لهو اگه میخواستیم بکنیم. یعنی دنیا حساب و کتاب داره. خب میگه دعای اول الالباب همینه، میگن وقتی که نگاهی به این آسمان ها میکنن، برداشت و نتیجه گیریشون، خدای اینا رو عبث نیافریدی. ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانک، تو منزه از این هستی، تو پاک از این تصوری که بازی کرده باشی، اتفاقی چیزایی رو به وجود آورده باشی. حرفی که خیلی از کسانی که خدا ناباورن دارن میزنن، جاذبه جهان رو خلق، جاذبه موجب آفرینش شده، اتفاق میلیون ها جهان اومده با همه خراب شده رفته، حالا این یکی نظم پیدا کرده. ما هم همینطوری روی فرگشت، تکامل نیست، فرگشت، انقدر تکرار شده میلیون ها بار، خودش رو ساخته با یک کامپیوتر و لپتاپتون و یا ساعتتون. اگه فکر کنی که خودش میلیارد ها بارم تکرار بشه، هم چیزی خود به خود ساخته میشه؟ خونه شما هم اینجوری ساخته میشه که این جهان عظمت ساخته شده باشه؟ اینو تصادف قبول میکنن، ولی این که یک سازنده، یک هوشمندی برای این هاست، اونو نمیخوان زیر بارش برن، چون اگه برن باید متناسب با یک قواعدی عمل بکنن. واقعا اگه کسی که انصاف داشته باشه، حتی اگه خدایی هم قبول نکنه، وقتی بفهمه در این جهان همه چی به صورت حیرت آور منظمه و همه چی تابع یک فرمول هست، مگه ما انسان ها میتونیم که خلاف نظم عمل بکنیم، خلاف اونچه که حقه؟ این حق حالا پس هر کی چی عقل خود ما تشخیص داد، همه دعواهای دنیا بین عاقلاست، ابرقدرت ها، استثمارگرا، اونا که دنیا رو دارن میچاپن، همه درس خونده ها و عاقلای جهان هستن. خب اینا میگن که ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، ما را نجات بده از عواقب و عوارض دوزخ آفرین غفلتمون. یعنی تو این جهان همینطوری نیست که سلونه بیا آسه برو آسه بیا و هیچ اتفاقی هم نخواهد افتاد. اونا فهمیدن که نمیشه هماهنگ نشد.
بعد میفهم ربنا انک من تدخل النار فقط اخزیته و همش میگه ربنا ربنا ربنا. تو نظامات تو اگر کسی دوزخی بشه خار شده، بدبخت و بیچاره شده. ربنا فقنا عذاب النار. دنبالش میگه ربنا و آتنا ما وعدتنا علی رسولک. پروردگارا اون وعده هایی که به رسولانت دادی که اگر به سمت روشنایی بیایم، به سمت حق بریم، باور کنیم این نظام رو، خدمت به خلق بکنیم، عمل صالح بکنیم، بهشتی خواهیم شد. خدایا ربنا و آتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامه. روز قیامت خدایا آبروی ما رو نریز، ما رو خار و شرمنده نکن در پیشگاه خودت. انک لا تخلف المیعاد. تو که خلف وعده نمی کنی. ببینید 5 آیه است، راز و نیاز و مناجات عاقلان دنیا، انسانهای اولی الالباب، یکی از اصطلاحات بسیار بالای قرآنی است. آخرم میگه خدا اجابت کرد، فاستجاب لهم ربهم. خدا چجوری اجابت کرد؟ گفت بله بله دیگه، همه شما بهشتی هستین. خیر، فاستجاب لهم ربهم انی لا اوزی و عمل عامل منکم من ذکرن و انسا. من عمل هیچ کدومتون رو ضایع نمی کنم. خیلی خوب، دعاشو کردین، بسیار عالی، خوش آمدید. زن یا مرد فرق نمی کنه، عمل شما ضایع نمیشه. حالا دونه دونه اون وقت توضیح میده. فالذین آمنوا و هاجروا، اونایی که ایمان آوردن، مهاجرت کردن در راه خدا، تلاش کردن در جهات، در تحقق آرمانهای در واقع معنوی خودشون، دنبالش هم مفصله. اونجا هم 5 خدا با ضمیر متکلم وحده باشون داره صحبت میکنه. اینا 5 میگن ربنا، خدا هم 5 نه ما نمیگه، من میگه باشون، نزدیکترین حالت به این بندگان. به هر حال این ماه رمضان ماه دعاست، چه دعاهایی بهتر از این دعاهایی که چشم ما رو، دید ما رو باز میکنه به حقیقت جهان هستی، به حقانیتش، و اینی که با مرگ ما هم پایان پیدا نمیکنه. تقریبا اکثر اون 12 موردی که از حقانیت و نظم، نظام مند بودن جهان داره سخن میگه، به دنبالش میگه و انل آخرت، آخرت هم حتما به دنبالش هست. فکر نکنین دیگه در همونجا تمام میشه، نه، این جریان است که همینطور ادامه داره. در هر حال این ماه رمضان همطور که عرض کردم این پرش سگامه، این پرش سگام رو وقتی که انجام دادیم چشم ما رو باز میکنه بر روی این افقهای فوق‌العاده‌ای که در پرتو همون نور ایمان و عمل صالح حاصل میشه. به هر حال موفق و معید باشید، این ماه مبارک، ماه کریم بر شما خجسته باشه، و انشاءالله که هرچه بیشتر توفیق طاعت رب و خدمت به خلق خداوند نصیب شما بکنه. ربم یعنی همون گرداننده، نظام دهنده و مدیر و مدبر جهان هستی. خب حالا اگر بحثی باز بود. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحانك يا الله تعالیت يا رحمان اجرنا من النار يا مجيب. سبحانك يا رحیم تعالیت یا کریم اجرنا من النار یا مجیب. سبحانک یا ملک تعالیت یا مالک اجرنا من النار یا مجیب. سبحانک یا قدوس تعالیت یا سلام اجرنا من النار یا مجیب. سبحانک یا مؤمن تعالیت یا مهیمن اجرنا من النار یا مجیب. سبحانک یا عزیز تعالیت یا جبار اجرنا من النار یا مجیب. سبحانک یا
تا لیت یا متجبر اجرنا من النار یا مجیب سبحانك يا خالق تعاليت يا بارئ اجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا مصور تعاليت يا مقدر اجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا هادي تعاليت يا باقي أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا مهاب تعاليت يا تواب أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا فتاح تعاليت يا مرتاح اجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا سيدي تعاليت يا مولاي اجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا قريب تعاليت يا رقيب اجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا مرد تعاليت يا معيد اجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا حميد تعاليت يا مجيد اجرنا من النار يا مجيد سبحانك يا قدير تعاليت يا غدير اجرنا من النار يا مجيد سبحانك يا غفور تعاليت يا شكور اجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا شاهد تعاليت يا شهيد اجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا حنان تعاليت يا منان اجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا باقي تعاليت يا وارث اجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا محيي تعاليت يا ممیت اجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا شفيع تعاليت يا رفيق اجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا امیت تعاليت يا مونس اجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا جليل تعاليت يا جميل اجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا خبير تعاليت يا بصير اجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا حفيظ تعاليت يا مليك اجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا معبود تعاليت يا موجود اجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا تعاليت يا غفار اجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا مذكور تعاليت يا مشكور اجرنا من النار يا مجيب
یا جواد تا لیت یا مغاز اجر نامرم داره یا بجیم سبحانك يا جمال تعاليت يا جلال أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا صابر تعاليت يا رازق أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا صابر تعاليت يا خالق أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا سميع تعاليت يا سريع أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا رفيع تعاليت يا بديع أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا فتاة تعاليت يا فتاة أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا غني تعاليت يا رفيع أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا قاهر تعاليت يا طاهر أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا غالب تعاليت يا واكب أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا غالب تعاليت يا غالب أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا غاسم تعاليت يا غاسم أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا سبحانك يا غني تعاليت يا مغني أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا رفيع تعاليت يا قوي أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا كافي تعاليت يا شافي أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا مقدم تعاليت يا مؤخر أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا أول تعاليت يا آخر أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا ظاهر تعاليت يا باطن أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا رجاء تعاليت يا مرتجى أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا ذا المن تعاليت يا ذا الفن أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا حي تعاليت يا قيوم أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا باني تعاليت يا حي أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا سيد تعاليت يا سمد أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا قدير
لیت یا کبیر اجبنا من النار یا مجیب سبحانك يا غالي تعاليت يا متعالي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا غالي تعاليت يا أعلى أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا غالي تعاليت يا مولا أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا غارم تعاليت يا بارم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا خافر تعاليت يا رافع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مبصر تعاليت يا جامع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا معز تعاليت يا مذل أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حافظ تعاليت يا حفيظ أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا قادر تعاليت يا مقتدر أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا غليل تعاليت يا حليم أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا حكيم تعاليت يا حكيم أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا موتي تعاليت يا مانع أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا رب تعاليت يا نافع أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا مجيب تعاليت يا حسيب أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا غادر تعاليت يا فاطر أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا لطيف تعاليت يا شريف أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا رب تعاليت يا رب أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا ماجد تعاليت يا مالك أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا غفور تعاليت يا منتدر أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا واسع تعاليت يا مبصر أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا رؤوف تعاليت يا غفور أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا فتاح تعاليت يا غيث أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا مجيب تعاليت يا مجيب أجرنا من النار يا مجيب
قیامتی اجرنا من النار یا مجیب سبحانك يا من تعاليت يا ودود اجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا رشيد تعاليت يا مرشد اجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا نور تعاليت يا منبر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا نسير تعاليت يا ناصر أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا صبور تعاليت يا صابر أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا محسين تعاليت يا منشد أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا صبور تعاليت يا ديار أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا محيي تعاليت يا غياث أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا فاتر تعاليت يا حاضر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا بالعز والجمال تباركت يا بالجبروت والجلال سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا لك ونجينا من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين والحمد لله رب العالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.